خب حالا در ادامه مباحث جلسه قبل میخوایم بپردازیم به نحوه بیت جامپ کردن با کنترلرمون و بعد ببینیم که چطور باید با کنترلرمون یه ترک رو بیت جامپ بکنیم و حرکت بکنیم بریم روی اون ترک. وارد اکسپلورر میشم، ترک مورد نظرم رو انتخاب میکنم، میارم و ببینیم که چطور باید باهاش کار بکنیم. خب من یه ترک هاوس براتون لود میکنم، مثلا همین ترک. خب آماده میکنم، یه گوش میکنم ببینم چی هست. خب همین ترک فکر کنم مناسب باشه. ترک بعدیم یه ترک میارم که درام خالی داشته باشه در ابتداش، تا دقیق احساس بکنیم که چه کاری رو توی بحث بیت جامپ ما داریم انجام میدیم. خب در ابتدا این ترک رو به فرض مثال من میخوام بیارم بالا. برای این کار حتما طبق آموزش های پکیج قبلی که دیدیم باید لومون رو ببندیم و لو کارمون بسته باشه تا بیاریمش روی این یک ترک. خب من این ترک رو پلی میکنم، گوش کنید. این رو میارم بالا. برای بیت جامپ کردن باید از این قسمت لوپ رو بزنم و از این دوتا کلید وسط، از این دوتا پد وسط سمت چپی رو بزنم، یه ضرب برمیگردم به سمت عقب و سمت راستی رو بزنم یک ضرب به سمت جلو شیفت میشم، یعنی جامپ میکنم به عقب یا جامپ میکنم به سمت جلو. خب من این رو پلی میکنم، بعد این رو میارم بالا. اگر بیت جامپ نباشه یه دونه بک رو که بزنم بیت جامپ میشه حتما. برای این منظور حتما بدونید که دوتا ترکتون باید با همدیگه سینک هم باشن، پس یادتون نره دکمه های سینکتون هر زمان که دارید پلی میکنید باید روشن باشه. به این در ابتدا که من آوردم بالا ترک رو، این دوتا ترک با هم دیگه بیت جامپ بوده، بیت جامپشو به هم زدم. یک مرتبه دیگه میارم بالا، گوش کنی. کافیه که یه ذر فقط این دکمه رو بزنم تا بیت جامپ. خب این هم از نحوه بیت جامپ کردن. این رو بدونید که اگر دو تا ترک با هم دیگه بیت جامپ نباشن کارتون کاملا کثیف به نظر میرسه. ببین من یک مرتبه پلی میکنم، اگر این میارم بالا این ترک رو، اگر بیت جامپ نباشه، اگر بیت جامپ باشه از حالت بیت جامپ درش میارم، گوش کن ببین چه اتفاقی توی ترکمون میفته. الان دوتا ترک با هم دیگه بیت جامپ نیستن، قشنگ مشخصه دوتا ترک رو هم میفته، ولی به محض اینکه بیت جامپ میکنم این دوتا ترک قشنگ روی همدیگه میفتن و به خورد همدیگه. الان بیت جامپ میکنم، به این ترتیب با استفاده از زیر مجموعه لوپ من میتونم دو تا ترک رو با همدیگه لوپ بکنم. حالا اگر این ترک بالا باشه این ترک رو بخوام بیارم روش، لوپ این قسمت رو میزنم و این ترک رو بیت جامپ کنم. ببینید به محض اینکه من اینجا کلیک میکنم که به سمت عقب دارم جامپ میکنم، روی LCD و روی قسمت LCD ترکتون که مشخصاتش توی نرم افزار هستش میبینید که یه ضرب یه ضرب به سمت عقب داره حرکت میکنه. این رو بزنم یک ضرب یک ضرب به سمت جلو حرکت میکنه و این هم چهار ضرب به چهار ضرب به سمت جلو حرکت میکنه و مجددا همینطور هم
بک میکنم. نحوه بیت جام کردن رو یاد گرفتیم، میریم توی جلسه بعد میایم با نحوه کار کردن با افکتامون آشنا میشیم و ببینیم که با افکتامون چه کارهایی رو میتونیم روی کنترلرمون انجام بدیم و دو تا ترک رو به واسطه اینها با همدیگه توی جلسه بعدش با همدیگه میکس میکنیم.